برای شروع تجربه دانشجویان آزادی خواه و برابری طلبی و چپ رادیکال برای من حداقل از سال 84 شروع میشه، یعنی از اون موقعی که از دانشگاه اومدم. ولی خب چون اون تجربه که خودم هم قبل دانشگاه داشتم در واقع در پیوستن به این جنبش و حضور در این جنبش خیلی تاثیر داشته، مجبورم یه ذره فلاشبک بزنم به عقب و بگم چجوری و از کجا اومدم. خب من تو روستا بزرگ شده بودم، یعنی تو روستا به دنیا اومده بودم و اونجا درس خونده بودم. حتی برای درس خوندم هم یعنی مجبور شده بودم برم یه روستای دیگه، یا به مرکز بخش یا به مرکز شهرستان. و یعنی اون چیزی که بهش میگیم نابرابری خیلی زیادی تو زندگی شخصی حس کرده بودم، هم به دلیل فقر تو اطرافم خیلی فراوون بود و یه بخشی از زندگیم شده بود. یعنی با مواجهم با کتابی اگر بود، مطالعاتم، یکی از سوالاتم این بود که چجوری در واقع به این شکل دنبال میشه نظام اقتصادی، نظام دنیوی. خب خیلی زودم، یعنی تو هم حداقل تو اون دوران راهنمایی بود که این سوالهای معمولی که داده میشد بهش، یعنی مثل کتابهای دینی میدادن یا معلما میدادن در مورد وجود خدا و اینها، در واقع برام بی ارزش شد. یعنی متوجه شده بودم که اینا بی خودیه، دنبال این بودن که مطالعه کنم حالا چجوری در واقع شکل گرفته دنیا، چجوری داره اداره میشه، چجوری خلق شده. و تو دوران تحصیل تا دبیرستانم در واقع به یه درکی رسیده بودم، حداقل تا این حد به این درک رسیده بودم که این نگرش مذهبی که وجود داره درست نیست. بحثی که در مورد خدا میشه حداقل به این شکلی که داره در جمهوری اسلامی تدریس میشه درست نیست. و یه سری کتابایی مثلا تا قبل دبیرستان از شریعتی خونده بودم، بعدن از خود مثلا آثار کلاسیک مارکس، ولی در مورد مارکس خونده بودم، درباره لنین غیر مستقیم خونده بودم و اینا منو جذب کرده بود. و با همون در واقع به علاوه اون فقری که وجود داشت، در واقع تو سوالی که تو ذهن من این بود که چجوری میشه در واقع عدالت رو تو جامعه اجرا کرد، یا همه به یه نسبتی یا به در یه حد تقریبا متناسبی بهره ور بشن از خدمات اجتماعی، از رفاه. یعنی این سوال ذهن من بود موقعی که وارد دانشگاه شدم. خود به خود دنبال چپا میگشتم، یعنی هم تو مطالعاتم به این نتیجه رسیده بودم که یه چیزی هست به اسم چپ، یه چیزی هست به اسم کمونیسم و مارکسیسم که اندیشه مترقی اینا یه بار انقلاب کردن. همین که از لحاظ تئوریک خوب خونده بودم، مثلا آثار شریعتی رو خونده بودم، نقد سروش به شریعتی رو خونده بودم و این اول شریعتی رو دوست داشتم، بعدن با نقد سروش به شریعتی دیگه دوستش نداشتم، خودش سروش رو هم که خب قبول نداشتم. و با این پیش زمینه در واقع من وارد دانشگاه شدم و از همون بعد و ورود به دانشگاه هم دنبال یه گروهی میگشتم که در واقع بیشتر هم فکر من باشن و بتونم باهاشون کار کنم. تا اینکه 88 شد، 88 خب تو فضای انتخابات اینا که من نقشی نداشتم، یعنی هیچ طرفی هم نبودم. ولی بعدش که شروع کردن دانشجویان رو گرفتن و به کوی دانشگاه مخصوصا حمله کردن، خود به خود درگیر شدیم. مثلا اون شبی که حمله کردن به کوی دانشگاه تو خرداد 88، خب بودیم، یعنی اون موقع بودم، سنگ زدیم به نیروی انتظامی حمله کرد، بچه ها رو زدن اونجا. یعنی تا این حدی که به دانشجویان مربوط میشد دخالت داشتیم و بودیم. تا اینکه 16 آذر 88 بود و اون موقع هم حمله کردن، باز حتی حمله کردن داخل دانشگاه. و 16 آذر 88 در واقع بیشتر خب اصلاح طلب و سبزها بودن، ولی خب بعدش دانشجوها رو گرفتن. و در جریان فعالیت هایی که برای آزادی دانشجوها بود، اولین بار بعد 16 آذر به من زنگ زدن. یکی اون بود، یکی تجمعی برگزار کرده بودیم برای یکی از بچه‌ها رو می‌خواستن اعدام کنن، یکی یادم رفته الان اسمشو، خلاصه یه
پسر زیر سنی بود از بچه های کمله و اینا بود و بچه ها اومدن گفتن یه تجمعی هست، من کمکشون کردم بیان جلوی دانشکده حقوق برگزار کنن کرد ها این تجمع رو. و این دوتا بعد این دوتا مرتب من زنگ میزدن که بیا خودتون احضار در واقع بیا دفتر پیگیری مجدد یه دو ساعتی باید صحبت کنیم. منم نرفتم، یعنی میترسیدم فضای هشت رو داشت خیلی بگیر بگیر بود و گفتم من الان بیام تضمینی نیست، اصلا شما کی هستین نمیدونم، احضار یه کتبی بفرستیم. که خب اونم گفت که احضار یه کتبی نمیفرستیم، خب پس ما خودمون میگیریم. گفتیم باشه دیگه. 88 من امتحانای ترم اولمو دادم. اتفاقا داشتم به این فکر میکردم که نرم خودمو معرفی کنم که حداقل درسم تموم شه، یعنی گفتم که بذار درسم تموم شه حداقل اگه گرفتنم دیگه مشکلی نداشته باشم. که امتحانا تموم شد، انتخاب واحد ترم بعدم کردم، یعنی 15 واحد ترم بعدم گرفتم و رفتم شهرستان. گفتم دیگه شهرستان که رفتیم اونجا نمیان دیگه، حالا بعدم برگردیم آقا از آسیاب افتاده. که ما رفتیم شهرستان و در واقع صبح رسیدم شهرستان، شب خونه داداشم مهمون بودم و اونجا همونجا یهو دیدیم یه ماشینی اومد و در واقع چند نفر اومدن یهو تو خونه داداشم. رفته بودن از مادرم پرسیده بودن که پسرت کجاست، کار داری، میخوایم باهاش صحبت کنیم. آورده بودشون خونه داداشم و اونجا گفتن که دنبال من میگردن و پاشو بریم که بازداشت هستی. در واقع حکم بازداشتم هم داشتن، نیابت قضایی داشتن است. دیگه ما رو بردن چند روزی اطلاع تو وزارت اطلاعات سلول انفرادی وزارت اطلاعات مشهد بودم. بعدم اومدیم اوین، اوین سجار، جلسه در مورد داب در واقع بازجویی شدم. ولی خب کم کم خودشون متوجه شدن که ارتباط من قطع شده چند وقتیه و در مورد بقیه مسائل هم چیزهایی که اونا میدونن حتی از من بیشتره، یعنی چیزهایی بود که گفتم اینجوریه مگه، من خبر نداشتم بس. و به این دلیل بود که یعنی چون دیگه بچه همه موازی بازجویی شدن همه چی رو میدونستم. و اونجا هم که رفتم سلول انفرادی، آره یه نکته جالب دیگه هم که بود، سلول انفرادی که رفته بودم 51 تو اطلاعات اوین سلولی بود که مهدی اللهیاری قبلا اونجا بود، یعنی روش خط کشیده بود 50 روز مثلا یکی نوشته بود که فقط خدا، بعد مهدی اللهیاری بالاش نوشته بود فقط انسان. مثلا خب همین خب خیلی انرژی میداد و روحیه میداد بهم. و دیگه بعدش هم که دیگه اون چون به 88 اتفاق افتاد ما را آزاد نکردن با وثیقه هم و اول 4 سال تو بدوی دادن به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و بعدش هم شد 2 سال تو دادگاه تجدید نظر و 90 آزاد شدم، یعنی یه مدت زندان اوین، بعدش رجای شهر، بعدش هم که آزاد شدم، بعدم که آزاد شدم رفتم دیدم از دانشگاه هم اخراج شدم و دیگه بعدش هم که اومدم خارج کشور، اومدم ترکیه و از اونجا آمریکا. الان هم که در خدمت کاوه عزیز هستیم. خیلی ممنون. چاکرم.